سرزاد خانم حال شما چطوری؟ افتخار خانم شهرزاد، یه دست بزنید. شهرزاد ترافل معرف حضور همه شما هستند. خانم بسیار مهربونی هستند. فقط نمیدونم چرا منو زیاد دوست نداره. نمیدونم چرا شهرزاد شد. بسیار بانوی خوبی هستند، مهربان هستند. انشالله تو کارشون موفق باشن که هستن. خانم آقای اردلان، من گذاشته بودم که مرتضی انتوردیشو بخونه. جانگی جان دو دقیقه بیا اینجا لطفا. پایر جان شما هم اینجور به افتخارشون دست بزنید. یک زن شوهر موفق، بسیار دوست داشتنی و تقریبا اگه من 20 تا از تظاهرات رو رفتم 21ش جانگیر بوده. بسیار بسیار ثابت قدم، وطن دوست، یک کرد غیور. و خانمشون باهر خانم گل، به افتخارشون دست بزنید. بیمه های ما هم دست بیمه باهره اردلانی. احبا خیلی خوش اومدید. مرسی آقای شبقیز عزیز، خسته نباشید. ماندانا جون کجا؟ خسته نباشید، به همگی میگم سال رو به همگی شما از هم مبارک باشه. شما سال بسیار خوبی برای همگیتون باشه و بهترین آرزوها رو داریم به امید آزادی ایران انشاءالله. جن جیان آزادی. عرضم حضورتون، زن زندگی آزادی از کردستان میاد، جایی که من به دنیا اومدم. افتخار من کرد بودنم هستش و اینو بارها و بارها گفتم. ماها دلمون میخواد هیچ وقت این نبوده که بخوایم جدا بشیم از ایران. افتخار میکنیم که یک کرد ایرانی هستیم. از کردستان تا زاهدان تا آمریکا، جون من و ما فدای ایران. درود به شما، زنده باشید. باهره اردلان عزیز، جانگیر اردلان عزیز، مرسی. خیلی هم تیپت امشب، نمیدونم موهات یه کاری کردی چی کار کردی، خلاصه اسپریس. دوستان خوب ما هستن. صدف امیدی عزیز کجا هستن؟ بفرمایید لطفا. خانم صدف امیدی که در کار کردیت هستند و همه هفته، بله به افتخارشون دست بزنید 100%. خیلی خوش اومدین، ایتون مبارک باشه. مرسی صدف جان. مرسی از شما آقای شبخیز. سلام و درود عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. سال رو پیشا پیش به تک تک شما عزیزان تبریک میگم. امیدوارم که سال خیلی زیبا، خیلی پربرکت در پیش رو داشته باشین. به مردم عزیزم تو کشور عزیزم ایران خیلی تبریک میگم و امیدوارم که سالی باشه پر از پیروزی، پر از برکت و پر از شادی، شادی که از طرف خدا و همه شما آرزو بشه. خیلی خوشحالم که در جمع شما عزیزان هستم. سال نو رو به همه شما تک تک عزیزان تبریک میگم. نوروزتون مبارک. مرسی صدف جان، خیلی لطف کردی. انشالله موفق مثل همیشه. به افتخارشون یه دست آنچنانی بزنید. خانم اگر شما نمیخواید چهار کلمه صحبت بکنید، آیستا جان شما هم بیاین، مانی شما هم میخواید بیاین. افتخار خانم عکاک عزیز. خیلی ممنون آقای شبخیز، خیلی ممنون از همه مهمانان عزیزمون که امشب تشریف آوردن. ببخشید زیاد نمیتونم بلند صحبت کنم، ولی بسیار خوشحالم که یک شب دیگر مثل همه عیدها در خدمت شما عزیزان هستیم و در خدمتتون و برنامه بسیار بسیار خوبی رو تدارک دیدیم براتون که امیدواریم مورد پسندتون قرار بگیره. آقای شبخیز، من باید حتما اسم خانم منظر کیا رو بیارم و ازشون خواهش بکنم تشریف بیارم. منظر همساله اسپانسر ما بوده، همیشه اسپانسر ما بودن و در تلویزیون ما همکاری داشتن، باعث افتخار ما بودن. خیلی خوشحال هستیم منظر جون، قربونت برم، زنده باشی. سال به شما مبارک. خواهش میکنم.
سال نو رو خدمت همه عزیزان تبریک میگم. امیدوارم که زن زندگی آزادی امسال سال 1402 به ثمر برسه و هممون واقعا با شادی دل ایران عزیزمون، مردم ایرانی خوب و خوش باشه. زن زندگی آزادی. مرسی منظر شون. مرسی هم از همه کمکاتون که به همه بچه ها مانی جان تشریفین. این تلویزیون ما تلویزیون زنانه. واقعا تو که خونه پدر من رو در میاری، تلویزیونم پدر ما رو در میاری. خب سلام میکنم خدمت عزیزانم، انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. عید امسال یک مقداری متفاوته، همونطور که میدونید دل هممون زیاد شاد نیست، ولی باید سنتامون رو نگه داریم، باید عید نوروز رو مثل همیشه پاس بداریم، برای که عید نوروز هست که ما رو نجات میده. عید نوروز تنها عید غیر مذهبی در جهانه و واقعا باید این عید رو نگه داریم. میدونم که عزیزانمون در ایران بسیار مشکلات دارن و ما دلمون با اون عزیزان هست، ولی عید نوروز رو نباید فراموش کنیم. مرسی از همه عزیزان، هنرمندان گلم که اینجا اومدن. اگه نامشون رو ببرم ممکنه یه نفر از قلم بندازم، ولی دست همه شما عزیزا درد نکنه که اومدید و محبت کردید. از کسانی که حمایت کردن از برنامه تلویزیون ایران باز هم تشکر میکنم، از اسپانسرهای برنامه، از هنرمندان عزیز، از مهمانان عزیزم تشکر میکنم و انشالله بتونیم نوروز آینده رو به نام خداوند رنگین کمان بتونیم در ایران عزیزمون داشته باشیم. زن زندگی آزادی. به به. خب من میخوام خواهش کنم از هنگامه عزیز، از جناب حمید سعیدی عزیز و سرکار خانم کتی یونسی عزیز تشریف بیارن که وکیل انترتینمنت هستند و اگه یه موقع کار کپی رایت داشتین و از این داستانا قول این کاره، به افتخارشون دست بزنید. خواهش میکنم. سرکار خانم هنگامه، اصلا امکان نداشت من تو خیابون خانم هنگامه رو ببینم و بشناسمشون. من با رژی همکاری نه این که شوخی میکنم. منم از شما تشکر میکنم. سال نو رو به همه عزیزانمون در ایران و در اینجا مهمونای عزیزی که اینجا هستین تبریک میگم. امسال یه سال متفاوتی بود برای همه ما، در این حالی که بسیار خوشحال بودیم از جرقه‌ای که در ایران زده شد، یک انقلاب خودجوش جوانان ما، ولی در این حال بسیار متاثر هستیم برای خانواده‌های عزیزی که جوانانشون رو از دست دادن و من واقعا تسلیت میگم و این عید رو امیدوارم که سال آینده یک سال بسیار خوبی برای همه عزیزان باشه. امیدوارم که سال آینده روزای روشنی باشه برای ایران عزیزمون. در کنار آقای حمید سعیدی و کتی جان هستم. یک توضیح کوچولویی بدم که ما یک کاری رو انجام دادیم با آقای سعیدی امسال به خاطر این مسائلی که پیش اومد. من اجازه میدم که خودشون توضیح بدن. من افتخار این رو داشتم. البته این کار موزیک در واقع لب کلام رو بیان کرد، ولی من یه نقش خیلی کوچیکی در این آهنگ داشتم و خوشحال بودم که به قول معروف این بال و قاطی این داستان شدم و بسیار افتخار بزرگی بود و آرزو میکنم هیچ همیشه وقتی که ما اینجا خارج از کشور صحبت اینو میکنیم که روزی بشه که ایران آزاد بشه، 100% اینو مطمئن بدونین، فقط و فقط ما خوشحالی هموطنانمونو میخوایم در ایران. هیچ چشم داشت و یا اینکه
اتفاقی بیفته، سهمی واقعا هیچ کاری ما نیستیم. من به نوبه خودم از زبان خودم میگم هیچ توقعی ندارم که بخوام فکر بکنن عزیزان یه زمانی ما بخوایم بریم اونجا برنامه اجرا بکنیم و برای این مسائل. ایران خانواده بزرگ من هست، مثل خانواده خودم میمونه. اگر تو خانواده آدم مشکلی پیش بیاد 100% همه ما ناراحت میشیم و ایران خانواده بزرگ ماست و کوچکترین مسئله برای همه شما عزیزان باعث این میشه که ما ناراحت بشیم. در هر صورت براتون آرزوی بهترین رو میکنم، آرزوی این میکنم که سال روشن و قشنگی باشه برای همه تون. میکروفون میدم به حمید عزیزم و کتی عزیز برای توضیح این آهنگ و این کار زیبایی که شما انجام دادید. درود بر شما، درود بر شما، درود بر خدمتگزاران عزیز. خوشحالم که در خدمتتون هستم. اینقدر همه حرفای قشنگ زدن، فقط اینو بگم، ما زمانی که کنار همدیگه ایم، دستمون تو دست همدیگه است، چقدر باشکوهیم، چقدر حالمون خوبه، چقدر همه چیز زیباتره، چقدر قشنگتره. درود به همه مردم. مطمئنم همه چی میگن لحظه طلوع دقیقاً لحظه بعد از تاریک ترین قسمت شبه. الان لحظه تاریکیه و طلوع فقط یک قدم دیگه با ما فاصله داره. انشالله هممون بهش میرسیم، انشالله هممون جشن میگیریم. این ممنونم. این کاری که گروه ما یه گروه سازی هستش، یه گروه اینسترومنتال هستش به قول معروف. ما موسیقی بدون کلام، تخصص ما موسیقی بدون کلام، ولی توی این موسیقی دلمون میخواستش که این سه تا کلمه زیبا رو که هزاران بار تکرار کردیم این مدت، زن زندگی آزادی رو حتما استفاده کنیم. و از همون اولش، از همون موقعی که شروع شد، خانم دکتر کتی امیری یونسی شاهدن که من با صدای هنگام جون شنیدم، تو ذهن من صدای هنگام جون بود، لطف کردن، خیلی خیلی صحبت شد، وایستادیم، گفتیم حتما حتما باید هنگام جون باشن، به خاطر کرکترشون، به خاطر زیبایی روحشون، به خاطر زیبایی صداشون. سپاسگزارم که با ما بودین، امیدوارم که دوست داشته باشین این موزیک. و این به قول قدیمی ها برگ سبزی بود، تحفه درویش آنچه که دست ما برد. سلام بر بیننده های شما، سلام بر همه شما. همینجا من بچه جنگم. موقعی که ما تو ایران چشمونو باز کردیم و مدرسه میرفتیم، جنگ شروع شده بود. من یادم عیدا که میشد دلمون خوش به اون کاستایی بود که به همون یواشکی میآوردن، دلخوشی ما توی اون تاریکی، توی اون بمبارون، توی اون جنگ، توی اون خفقان، توی اون بی آبی، بی برقی، بدبختی، بوی خون، بوی آژیر، ما دلمون شاد به اون کاستایی بود که برای عید عزیزای ما از اینجا درست میکردن و با هزار بدبختی اینو به ایران میرسوندن. امسال تعظیم میکنم که شما این کار رو انجام دادیم، چون الان تو همون جنگ و خونی که مردم ما تو ایرانن، تو همون سفره هایی که جای کیانها، نیکاها و مهساها سر اون سفره خالیه، حداقل یک نوری، یک دلخوشی، یه چیزی که بالاخره اون درد و یه ذره بیاره پایین و التیامش بده. یک عمر به ما یاد دادن که موزیک بده به خاطر اینی که اسلام اینو گفته و وقتی که ناراحتی فقط باید گریه کنی، اصلا موزیک نباید بذارین، اشتباهه و کارتون درسته. از همه هنرمندایی که امشب اومدن اینجا من به نوبه خودم تشکر میکنم، بچه‌هایی که سر اون سفره الان دارن لبخند میزنن برای اینکه هنرمندای مورد علاقه‌شون رو دیدن. شما این کارو کردی، شما لبخند آوردی و شماها باعث و بانیش هستید. از همتون متشکریم. من هم به نوبه خودم عیدو به همه تبریک میگم. عید باستانیه. هر کاری کردن تو این 44 سال از رگ و خون و پی و پیامون نتونستن درش بیارن، امسال هم درش نمیارن. سفت و سخت وای میسیم، حرفمونو میزنیم، عیدها رو تبریک میگیم، پشت همین متحدیم،
به پیروزی میرسی. خیلی لطف کردین به افتخار عزیزانمون هنگامه عزیز جناب حمید سعیدی عزیز و سرکار خانم کتی یورسی. آنچنان دست بزنید ویدیوشون رو اگر بچه حاضر دارید پخش بکنید که به اتفاق هم ببینیم که چقدر زیباست. درود به شما ها. خیلی لطف کردیم بفرمید. خواهش میکنم. سکوت مرگباری هم همه جا رو فرا گرفته. زنده باشی عزیز دلم، شماها گلی. من خیلی خوشحال هستم که این رو بگم. اولا هنگامه عزیز بچه لاهیجانه، تا رشت به جان شما کم فاصل است. یعنی ما پوز اینو خیلی میدیم این بارون باره میگه بابا اینو نگاه کنین همین دو نیم ساعتی ماه یه ساعتی ماه. و من بیشتر افتخار کردم بهش زمانی که دیدم در بسیاری از این تظاهراتی که من نشستم یا نیت عزیز نشسته و داره ادیتش میکنه، هنگامه عزیز اونجا حرف میزنه، تو صورتشون غیرت رو دیدم که دلش میخواد مردمش آزاد بشه. پیام من به بسیجیان، به سرکوبگران، به کسانی که در نظام هستن، من میدونم یک سری از شما به حقوق بگیر این عزیزان هستین و مشکلات متفاوتی دارین، به خاطر روزی زن و بچه هاتون مجبورین که این کار رو انجام بدین، ولی اینو فراموش نکنین، روزی خواهد رسید که همین کاری رو که شما با بچه ها و جوانای ایران میکنین یک روزی این عزیزان در حق شماها میکنن. پس سعی بکنین در کنار بچه های ما باشین، اینا جوانای مملکت ما هستن، شما از اون مملکت هستین، سعی بکنین در کنار اینا باشین. مردم ما مسئله شون فقط حجاب نیست، مسئله مردم ما آزادیه. کل فشاری که در این 40 سالی که به مردم هست، خواهش میکنم ازتون در کنار مردم باشین، اجازه بدین همون جوری که قبلا گفتم بهشت و جهنم و خود مردم خود ما انتخاب بکنیم. به امید آرزو، به امید آزادی ایران، زن زندگی آزاد. مسلمن انسانهایی مثل تو که خودشون میان با زحمت میان بالا و بعد مقام و مرتبت و منصب و من کجا هستم و این فکرها رو نمی کنن و با مردم که توی تظاهرات هستن مشتشون رو گره می کنن هم تراز بقیه، این خیلی جای احترام داره. یه مسئله رو اینجا عنوان بکنم، حالا خیلی محفلی خودم در این حال خصوصی هست، ولی همه ما کسانی که یه سری از عزیزانی که در ایران هستن فکر میکنن که کسانی که در خارج از کشور هستن در رفاه و خوشحالی و خوشی هستن، در صورتی که اینو من فکر میکنم به نوبه خودم از زبان خودم میگم، مطمئن هستم که تک تک شما داستانهای زندگی خودتون رو دارین و هر کسی که اومده اینجا مسلماً حرف اولش نبوده به جمهوری اسلامی، یعنی که نتونسته توی مملکت زندگی بکنه و با اون شرایط خودش رو تطبیق بده و به خاطر همین مملکت خودش رو، خاک خودش رو، عزیزان خودش اونجا گذاشته و اومده. من واقعاً با سربلندی به قول معروف این حرف رو میزنم، من مبارزم رو میکنم، من یه هنرمندم، برنامه خودم رو اجرا خواهم کرد، ولی در این حالم در کنار مردمم هستم، هیچ توقعی هم همونجوری که گفتم از هیچ کس ندارم، قرار نیست. انقدر جوانای قشنگ، انقدر هنرمندای خوبی تو ایران هستن، استعدادای خوب که 100% انشالله اگر که ایران آزاد بشه 100% خودشون رو نشون خواهم داد. و واقعا خوشحال بودم که امشب یه سهم کوچولویی داشتم، فقط اینکه تبریک عید نوروز رو برای عزیزانم در ایران بگم. خوشحال بودم با من در کنارتون. مرسی. افتخارشون دست بزنید. این موزیک رو خواهش میکنم از اول بگذارید که عزیزان ببینن و بعد صحبت هنرمندان داخل کشور رو کردید، کلی هم‌آوازی ها رو بر بچه های تلویزیون کردن با هنرمندان داخل کشور که اینایی که دارن تبلیغ میکنن آقا اینا اون برابی هستن، اینا خارجی هستن،
اینم یه مشت محکمی بخوره بهشون که ما عاشقانه بچهای هنرمند داخل کشورمون رو دوست می‌داریم، بچه‌هایی که تو کوچه و بازار و بغل دریاچه و اونجا می‌شینن با هم می‌خونن، باشون یه هم‌آوازی‌هایی کردیم براتون می‌ذاریم که شما مگه می‌تونید با ما هم‌آوازی کنید باشون و نشون بدید که داخل و خارج نداره. حمید سعیدی فکر نمی‌کنم 5 سال 6 سال باشه اومده به آمریکا. 13 سال شد. من چقدر بهم خوش گذشته. 13 یعنی جدیدی با منی که 43 ساله 44 سال اینجام خیلی فرق میکنه. جدیدن اینا، ولی آدمایی هستن که از اون خاک میان و افتخار میآفرینن برای همه ما. درود بهتون دیگه، من به همتون افتخار میکنم واقعا. بریم این شاهکار رو با هم ببینیم. Women, Life, Freedom. Thank you.